درود به شما جناب نیکا انگی کوسر و سپاس از وقتی که در اختیار رادیو پیام اسرائیل گذاشتید و در این برنامه شرکت میکنید. متشکرم از شما. در روزهای اخیر حادثه سیل مناطق شمالی ایران رو فرا گرفت و دیروز هم شاهد بودیم که در استان فارس حادثه سیل رخ داد که متاسفانه جان چند تن از هموطنان ما رو گرفت. با توجه به اینکه شما علاوه بر کار روزنامه نگاری یکی از کارشناسان حیطه زمین شناسی هستید و در زمینه مشکل آب هم چند سالی است که فعالیت میکنید، شما این حادثه سیل رو چگونه ارزیابی میکنید و چه عواملی رو مؤثر میدونید در به وجود اومدن چنین حادثه ای؟ ممنونم. کشور ایران کشوری هست که از نظر میزان بارندگی در موقعیت خشک و نیمه خشک قرار داره. میزان بارندگی سالانه ما تقریبا یک سوم متوسط جهانی هست، یعنی ما چیزی که حدود بین 250 تا 200 میلیمتر در سال بارندگی داریم به طور کلی در تمام سرزمین، حالا جاهایش استانهای بسیار بالاتره، استانهای بسیار پایینتر. با این حال در سرزمین خشک شما شاهد بروز سیلاب هستید، چرا که ما معمولا به طور موسمی ممکنه در جای بارندگی شدیدی داشته باشیم و این بارندگی شدید میزان آبی که به زمین به سطح زمین میرسه طوری هست که امکان جذب سریعش وجود نداره و بخشی از آب روان میشه و این روان آبها وقتی به هم میپیوندن از جویها، از نهرها، از سرشاخه‌های رودخانه ها بزرگتر و بزرگتر میشن، یا به قول معروف وقتی شما میتونستید چشمه رو به یک بیل بگیرید وقتی که پر شد با پیل هم نمیتونه جلوش رو بگیرید. اتفاقی که امروز در جای جای کشورمون افتاده متاسفانه در استان گلستان، در مازندران، در استان فارس و در نقاط مختلف دیگر کشور در مناطق نواحی زاگرس منتظرش هستیم، بخشش به خاطر نبود مدیریت حوزه‌های آبخیز هست. یعنی شما از مجموعه نهرها، رودخانه‌ها و چیزهایی که نهایتاً آبش میخواد به یک رودخانه برسه که اون رودخانه یا به دریاچه بریزه یا به کویر بریزه یا به دریا و خلیج فارس یا جای دیگر بریزه، وقتی اینها رو نتونیم درست مدیریت بکنیم میاد و بزرگتر میشه و در حین این مسیر اگر دقت کرده باشید میبینید سیلاب‌هایی که دارین همه گلالود هستن و هر چقدر سیل و آب میزان مواد معلق بیشتری داشته باشه، یعنی بیشتر گلالود باشه، توش سنگ و ماسه و گل و خاک و رس بیشتر باشه، این قدرت تخریبیش بیشتر میشه و قدرت بسیار بیشتری داره در جابجا کردن اشیایی که سر راهش هستن. یک اتفاقی که افتاده این است که اومدن در دره ها در مسیر طبیعی آب سازه درست کردن، مثلا اومدن در مسیر اون رودخانه که کنار دروازه قرآن هست اونجا رو پر کردن، پارک درست کردن، جاده کشیدن و خب آب مسیر طبیعی خودش رو پیدا میکنه و وقتی شما این مسیر رو بسته باشید، وقتی آب از حدی بیشتر گذشت و یک آبی جمع شد میاد و سیلاب روانه میشه و متاسفانه آثار این دستکاری های انسانی جان انسانها رو داره میگیره. این اتفاق در ایران افتاده و متاسفانه باز هم خواهد افتاد. در این شرایط که مردم در حادثه سیل گرفتار هستند، چه اقدامات ضروری و فوری باید انجام بگیره که جلوگیری بکنه از تلفات بیشتر؟ لیست خیلی بلند بالایی هست، اما در درجه اول بایستی هشدار داده بشه به مردم که در جاهایی که در مسیر طبیعی رودخانه ها بودن و اونجا ساخت و ساز شده و اومدن زندگی کردن، زندگی نکنن. خیلی مسئله سختی، اما واقعیت همینه. شما در مسیر طبیعی آب وقتی سازه‌ای بسازید، وقتی مزرعه ایجاد بکنید، وقتی جاده درست بکنید، شما دستکاری کردید در طبیعت، تجاوز کردید به طبیعت. طبیعت تابع قوانین انسانی نیست، تابع قوانین خودش هست و وقتی شما این قوانین طبیعی رو نقض کردید، طبیعت با شما برخوردی خواهد کرد که نتیجهش خیلی دردناک خواهد بود. اول از همه بایستی مردم وظیفه خودشون رو درست عمل بکنن که بدونن در کجا بایستی زندگی بکنن، در کجا میتونن زندگی کنن و در کجا میتونن سرمایه گذاری کنن. وقتی این کار درست انجام ندن به خاطر نبود آگاهی آسیب های بسیار بزرگ میبینن. در درجه دوم بایستی بازخواست بکنن دولت و ساختاری رو که این آسیب ها رو وارد کرده. در درجه بعدی باید به این مهم توجه بکنن که وقتی که
میگن هر 4 سال یک بار به سیستمی رأی میدهند، به نامزدهایی رأی میدهند، به رئیس جمهوری رأی میدهند که به جای بهتر کردن وضعیت، وضعیت رو بدتر کرده، نمیتونن انتظار مثبتی برای آینده داشته باشند. و نهایتا سیستم بایستی برای چنین روزهای آمادگی خودش رو داشته باشه. چرا آماده نیست؟ مردم هزینه دادن، مردم از امکانات خودشون زده ان، دارن به واسطه وضعیت بد اقتصادی که دولت ایجاد کرده آسیب میبینن. این سیستم به جای اینکه پولهایی که باید خرج مدیریت منابع داخلی آب بشه، خرج مدیریت منابع خاک بشه، داره پول مردم رو صرف کشورگشایی و یا دخالت در مناطق مختلف خاورمیانه میکنه، در سوریه، در یمن و جای دیگه. اون پول اگر صرف مدیریت حوزه آبخیز میشد، آیا امروز بسیاری از شهروندان ما زنده نمی بودند؟ به نظر من مشکل اصلی این است که یک دولت بایستی برنامه مشخص داشته باشه برای مدیریت حوزه آبخیز. یک طرحی چند سال پیش مطرح شد که رد شد در مجلس، طرح ملی مدیریت آب باران. آب باران به طور طبیعی بسیار لطیف است، اما وقتی آب باران رو نتونیم ما درست مدیریت بکنیم، جان ما رو میگیره. وزارت نیرو بایستی 5% بودجه خودش رو صرف این طرح میکرد. این طرح میتونست کمک بکنه که خیلی از خرابی هایی که الان در استان گلستان، در استان فارس و در استانهای دیگر ایجاد شده و ایجاد خواهد شد به وجود نیاد. میتونست مقابله بکنه با آثار منفی سیل هایی که الان ما داریم میبینیم. این اتفاق نیفتاد. امروز ما داریم تقاس اون تصمیم ها رو پس میدیم. مردم ما دارن تقاص رأی رو پس میدن که دادن به نمایندگان مجلسی که این رأی رو، این در حقیقت طرح رو تصویب نکردن، و تقاص اعتماد به دولتی رو دارن میدن که منابع آب و منابع خاک رو به روزگار فعلی کشونده و طبیعت رو داره نابود میکنه. رژیم جمهوری اسلامی باید چه اقداماتی رو صورت بده که از قربانی شدن مردم و تلفات جانی بیشتر جلوگیری بشه؟ یکی مسیر در حد مسیر رودخانه هایی که به وسیله انسان آسیب دیده، حریم رودخانه هایی که اشغال شده، دره هایی که روش اومدن طرحهایی رو اجرا کردن، پارک ساختن و جاده ساختن، یکی اونها رو اطرافش رو تخلیه کنه. یکی شرایط رو شهروندان گوشزد بکنه که در این مناطق احتمال بروز خطر وجود داره. این حداقل میتونه جان بخشی از مردم رو نجات بده. نکته دیگر، شروع بکنه باز کردن اون دره ها و اون راههایی که اشغال کرده و پر کرده. همین اتفاقی که امروز در شهر شیراز افتاد و در کنار دروازه قرآن سیل اومد و دیدیم که چند تا ماشین رو برد، مردم رو با خودش برد، میتونست اتفاق نیفته. اونجا یک دره به طور طبیعی بود. این دره رو بعدن پر کردن، روش جاده ساختن، روش پارک درست کردن. این یک خیانت هست. حالا ما کار به پاسخگو کردن مقامات داریم، کار به طرح پرسش از ساختارهای اجرایی داریم که چرا این بلاها را آوردن. اما همین وقتی هشدار داده شده بود که در استان فارس این اتفاق خواهد افتاد، ما بارندگی شدید خواهیم داشت، ما ممکنه سیل خواهیم داشت، چرا اونجا هیچ کاری صورت نگرفت؟ چرا برنامه وجود نداشت؟ متاسفانه شاهد این کوتاهی هستیم و باز هم مردم فراموش خواهند کرد، متاسفانه. جناب نیکاهنگی کسر، در این شرایط مردم چه وظیفه‌ای دارند و چگونه باید با این مسئله برخورد بکنند؟ ببینید، اگر مردم ما کشور و ساختار مدیریتیش رو درست بشناسن که میدونن بسیار غیر مسئولانه هست، نمیتونن اطمینان کنن به اینکه مدیران میگوین مشکل حل و ما هیچ مسئله نداریم. نه، بایستی دقیقاً بدونن که اگر جای احتمال بروز سیل میره، جانشون در خطر هست. جان این مردم از گذراندن یک تعطیلی کوتاه مدت در شهر دیگر که در خطر هست عزیزتره. من نمیتونم برای شهروندان عزیز ایرانی تعیین تکلیف بکنم، اما اگر من در چنین موقعیتی بودم و امکانش رو داشتم، لاغر در جاهایی نمی بودم که امکان بروز سیل می بود. اگر میتونستم به طریقی از مسیری که امنیت بیشتری داشته باشه و تحقیق میکردم امنیت بیشتری داره، سعی میکردم برگردم به شهر خودم و جونم رو نجات بدم. خیلی از کسانی که امروز قربانی شده اند توریست بودند، مهمانهای شهرهای سیل زده بودند. این اتفاق اتفاق بسیار بدی است.
میتونه بارها اتفاق بیفته. فقط یک هشداری بود که متاسفانه هشدار بدی هم بود که نبود مدیریت منابع آب و نبود مدیریت برای حوزه های مختلف آبخیز چه نتایج بدی میتونه داشته باشه برای تک تک شهروندان، اون هم در ایام عید که بایستی دوره بسیار دلپذیری باشه اما تبدیل به عزا شده برای خیلی ها. با سپاس از شما جناب نیکوآهنگ کوثر برای وقتی که در اختیار رادیو پیام اسرائیل گذاشتید و امیدوارم در آینده نزدیک در یک برنامه مفصل با موضوع مشکل آب در ایران و کمک‌هایی که میشه از کشور اسرائیل در این زمینه گرفت در خدمتتون باشم. ممنون از شما، پاینده باشید.